هرات کې په لاس اوبدل شوی غالۍ چې د نړۍ بازار کې ځانګړی ځای لري له ښو او باکیفیته غالیو څخه حسابیږي. د سوداګرۍ خونې د غالیو ټولنې د مسؤلینو په خبره اوس مهال په هرات او ټول لویدیځ زون کې د غالیو جوړونې څه باندې 10,000 کارخونې فعالې دي چې په زرګونه خلک پکې په کارونو بوخت دي. تمام ولسوالی های اوزی غرب که 5 ولایت است همگی غلین بافم. ببینیم در خود چوکات شهر ما بیش از 10,000 دستگاه غلین فعلا داریم. 10,000 دستگاه غلین کمیال تولید میکنه. د هرات ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس بیا زیاتوي چې په بهرنۍ او بې کیفیت غالیو د ګمرکي تعرفې لوړې شي ترڅو کورنۍ صنعت او تولیدات وده وکړي. مشکلاتی که ما داریم در قسمت فروش، حالا مثلا تولید زیاد، ما فرش رو دست ما بمونده. به طور مثال روزانه در شهر هرات بالاتر از 100 تخت قالین تولید میشه، از هر کمپانی 4 تا 5 تا، از خود ما مثلا 5 تا 6 تا، ولی اینا همه انبار میشه داخل انبار، کرایه گودام بده، کرایه انباری بده، فروش و بازار بیرونی نداریم. ورته محل په هرات کې د غالیو سوداګر شکایت کوي او زیاتی چې د دوی د غالیو تولیدات زیات دي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. ما کارهایی که انجام دادیم تا حال به نه در بخش قالین بلکه در همه بخشهایی که ما الحمدلله اینجا تولید داریم به افغانستان، کالای مشابه قالین های ماشینی ما تعرف های گمرکی رو بالا بردیم که کسی نتونه که صنعت ما اینجا ضربه بزنه. در صنعت و سوداگری وزیر هم در غالی و سوداگر رو تا در شتا ستون زوده حل داد ور کرده او جمعه کوی چی صادرات رو تا به خب بازار مونده نکیی. به هر عنوان، به هر طریق و به هر قسمی که میتونه قالین رو خود صادر بکنه ما هم رای و این سال ما کوشش میکنیم که بلندترین صادرات از قالین خود ما شما داشته باشیم. و وزارت صنعت و تجارت چون بخش صادرات مربوط شده است، ما تسهیلات لازم را به خاطر صادرات قالین کردیم. اولین هدف ما همینه که ما صنعت خود خود رشد بدیم، به خاطر از این که یگانه شناختی که افغانستان در جهان بیرون داره از ناحیه چیزه قالینه. و به این سلسله الحمدلله قدم های بسیار بالای برداشته شده و دونرهای ما جذب کردیم به خاطر که مشکلات قالین بافای محترم ما حل بشه. کسایی که مشکلات اقتصادی دارن صورت زیوران دی هم در غالی و سوداگر رو شکایت که و چی در افغانستان پا لاس جوده شوی غالی نور هیوادونو تا قچا کیگی او ده همه هیوادونو پا نوم پا نړیوال بازار که ننداریتی خودل کیگی.